یه داستان اینجا من سابق گفتم، اینو بذار بگم. از پیغمبر اکرم علیه و علی آله السلام نقل میکنن حضرت فرمود بهترین دعا دعای منه. عجب، خیر الدعاء دعائی و دعاء الانبیاء من قبلی و دعای پیامبران قبل از من، بهترین دعای من و پیامبران قبل از من این دعاست. آقا اصحاب دو تا گوش قرض کردن که چیه؟ حضرت فرمود همینه، گوش بدیدا، لا اله الا الله وحده لا شریک له، تا آخر که گفتم براتون. بعد دیگه عصر نبوت تمام شد، تا بعدن حالا زمان تابعین بود، زمان تابعین تابعین بود، چی بود نمیدونم، حالا باید دقت کنیم. مردم این حدیث رو دیدن گفتن آخه ما از قدیم و ندیم دیده بودیم که تو دعا باید جنبه درخواست باشد، این کجاش دعاست؟ گوش بدید، جالبه. آخه تو دعا یه چیزی میخوان، درخواست میکنن، خدای من قرض منو بده، مریض منو شفا بده، چنین چنان تا آخر. اینجا چیزی درخواست نمیشه، همش بی لا اله الا الله وحده لا شریک له، آخرم میگه بیده الخیر، همان خیر دستش، و هو على کل شیء قدیر، بر هر امری هم قادر است. حالا زمان تابعین اومدن، خلاصه آقا این کجاش دعاست؟ آخر رفتم پیش یکی از علمای زمان، این عالم اسمش عطا بوده، عطا، این کجاش دعاست؟ توش که درخواست نیست که، همش همدوستانای خداست. ما دعا به چیزی میگم که توش چی باشه؟ درخواست باشه. عطا گفت بشین. اینه من دارم به شما میگم، اگه من درست بتونم بگم منو دعا کنید، اگه لطافت اینو کسی درست دریافت من دعا میکنم. یه ظریفه توش هست، خیلی ظریفه. عطا گفت بشینین، قریب به این مزه میشد، گفت آقا، گفت امیه ابن ابی سلت یه شاعری بود، رفت پیش ابن جدعان، جدعان بطال، این آدم اهل جود و سخا بوده، قدیم جود، خیلی اهل جود و سخا بودن، اما حاتم شانس داشته، مثل اینکه بقیه تحت شعا موندن بودن، مثل حاتم شانس داشته، اسمش در بوده. توجه کردید، کتاب قدیمی بنده دیدم به نام المستجاد فی فعلات الاجواد، قدیمی بود، اون قاضی محسن تنوخی، اون تنوخی نوشته که از قدما بوده، به هر حال این نسخه رو بردن مجمع علمی دمشق، اون وقتا چاپ کردن. حالا به هر حال نسخه ای هم نزد این روسیا هست که این آدم ها را جمع کرده بود که چقدر آقا از خیاب بودن، حالا حاتم اسم در آورده. خلاصه ابن جدعانم از اون از خیاب بوده. بعد خب آقا این کجاش دعاست؟ گفت بشینید. گفت امیه ابن ابی سلت شاعر بود، حالا طفلک بدهکار بود، نمیدونم چی بود، من در گذشته به شما گفتم دیگه، تو اصفهان این دارال ایمان و العلم گفتم به شما عزیزان جوانان، شعر مثل رادیو تلویزیون بوده اون زمان. بله، یه وقت یه شعر میگفتم بازار میبست، یه شعر میگفتم بازار باز میشد، یه شعر میگفتن یه قبیله بالا میرفت، یکی پای میمد. حالا امیه ابن ابی سلت هم رفته پیش ابن جدعان، پولدارم بوده، ثروتمندم بوده، حالا بنده خدا میخواست خلاصه دیگه هیچ دیگه شعر بگه پول بگیره. رفت نگفت به من پول بده، خیلی لطیفه، گفتم لطافتش درک بکنید دعاتون میکنم، ببینم همه تونم درک میکنید ها. حالا اینطور میگم که تشویق بشید. خب گفت اذا اثنا علیک المرء یوما،
کفاه من تعرضه الثناء، گفت اگر کسی ثنای تو را گفت تا میفهمی خودت برش چیکار بکنی. مثل لازم نیست بگه پول بده من قرض دارم. عطا گفت به من نگاه کنید. عطا گفت افیعلم ابن جدعان ما یراد منه بالثناء. از این لطیفترین جمله هاییست که در عالم گفته شده. به به گوش بدید دوباره. گفت افیعلم ابن جدعان ما یراد منه بالثناء ولا یعلم رب العالمین ما یراد منه بالثناء. ابن جدعان مقصود ثناگو را میفهمه، رب العالمین مقصود ثناگو را نمیفهمه. یعنی چی؟ یعنی وقتی بیده الملک له الملک بیده الخیر، من دارم هیچی نمیخوام، بیده الخیر یعنی چی؟ بیده الخیر یعنی بابا خیر دست توی بده دیگه، مرحمت کن بده. خیلی خب، حالا گوش بدید به اینجا بگم مطلب تمام بشه. خب ای لم یزل، ببینید و تدافعته الابواب الى باب السلامه. داریم میرسیم به یه جای لطیفی که اینو من تمامش کنم، اون جای لطیف رو بگم دیگه انشالله که اون مخلوق و موجود نیاد تو افکارتون. ای لم یزل ینتقل من مقام الى مقام من مقامات القوم، هک از این مقام به اون مقام منتقل میشه، حتی وصلتر میرسه، واصل میشه. و تلک المقامات معروفتون عند اهلها، این مقامات معروفه در نزد اهلش دیگه، علینا به بیان نمیاد اصلا. و من له انس بها، کسانی که انس دارن با این چیزا. اما بعدن میگه و ثبتت رجلاه، این پاهاش ثابت میشه، به طمأنینت بدنه، به آرامش بدنش، فی قرار الامن و راحه، در جایی که امن راحت دارد. این چی مهد بگه؟ میفرماید ای کانت الراحت الکلیه و سعادت الابدیه مستثمرت من ذالک التعب الذی تحمله، اون زحمت که کشید ببین لطیف شد، زهرمار آمد، زهرمار را قود داد، خیشتنداری کرد، لطیف شد، لطیف شد. آخه لطیف بشه لطیفترش هم میکنن، این نیست که تو لطیف بشی همش بسوزی، یعنی کاری میکنن که اصلا بعدن اصلا دیگه یه چیزی هم دستی بهت بدن که بیا خشم بکن دیگه نمیتونی خشم بکنی، دیگه لطیف میشی. بله سبحان الله سبحان الله. حالا گوش بدید میگم براتون، اینجا رو اول تمام کنم. فی قرار الامن و راحه بما استعمل قلبه و ارضا ربه، ای کارت الراحت الکلیه و سعادت الابدیه مستثمرت من ذالک التعب الذی تحمله، این تعبی که یه مدتی کشید تحمل کرد، میفرماید که او را میرسونه به جای امن. این که میگه بدنش راحت میشه، پاهاش ثابت میشه، کنایه از این آرامشه. توجه فرمودید؟ ثبتت رجلاه به تمانین بدنه فی قرار امن و راحت. چرا؟ بمستعمل قلبه، قلبش به کار گرفته. قلب اینجا به معنای عقله، عقلش به کار گرفته. و سعادت الابدیه، چرا؟ اینا همش نتیجه چیه؟ بمستعمل قلبه و ارضا ربه، چون عقلش به کار برده خدای خودش خوشنود کرده، این کلاش قاضی کرده، عقلش به کار برده. آقا عقل به کار ببری خدا کمکت میکنه. قد احیا عقله و امات نفسه، تا میرسه میگه به قرار امن و راحت، در جایگاه امن و راحت دیگه هیچ تردیدی، دیگه تزلزلی نیست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اون ظریفه آخر را بگم مطلب تمام بشه. یه صلوات بفرستید. این یه قدری ظریفه انشالله تعالی،
عنایت می‌فرمید که بله. و اما لطیفه، ظریفه، ظریفه بگم، از بس لطافه صحبت کرده به همه چیز میگیم لطیفه، عیب نداره. خدمت شما عرض می‌شود که این نور که باشد، این ببین به یادگار میگم، اولین بار است اینه به این صورت در منبر میگم، ممکنه اجزایی ازش گفته باشم اما به این صورت اولین باره. موزدم اینه که دعا کنید آدم بشم، انشالله دعات مستجاب بشه، ناامید نشید، منم آدم میشم انشالله، به دعای شما میشم. خدمت شما عرض میکنم که بله، یک نفر میگفتش که رفتم پیش یکی از علما، یکی از دوستان میگفت، گفتش که اون عالم، عالم بزرگی بود، گفت چطوری؟ گفتم خوبم. گفت اگه خوب باشی که خوبه، خیلی خوبه، آدم خوب باشه خوبه دیگه. حالا به هر حال این نور چه بدرخشد دیگه، ببین انتقال از مقام به مقام تعطیل بردار نیست، مرتب از این مقام به اون مقام، تعطیل در کار نیست دیگه. حالا عیب نداره، تفسیره هایی داره، قلوب اقبال دارد و ادبار دارد، اینم سر جاش، اما تعطیل بردار نیست. ببین از این مقام، چون آمیزه جواد آقا ملکی رضوان الله علیه فرمودن نور از نور بلند میشه، این مقامات نورن دیگه. ببین این مقام بهت میدن، نتیجهش اون مقام بعدی میشه، نقام اون مقام هم میگیری، نتیجهش مقام بعدی، همین طور از اینا رد میشه، میرسی میفرمد تا به جایی میرسد که دیگه آرام میگیره. اما اگر لطافت تمام نباشد، این نتیجه ها در صورت تمام بودن لطافته، اگه لطافت تمام نشود نور قطع میشه، آدم به چاله میفته. این من میگم، ببین در این اونا که اهل عرفان هستن بحثای عرفانی سلوکی میکنن، اینا میگن تلوین و تمکین، مقام تلوین. ببین اصلا با این برنامه خیلی فاصله داره ها، خواستم مطلب ناقص نباشه. تلوین و تمکین میگن اول مقام تلوینه بعد مقام تمکینه. تلوین همون راه رفتنه، توش یه وقتی خستگی هم داره، آدم یه وقت به سنگلاخ هم میفته. ببین عزیز من اینا کار ساده ای نیست، آخر میرسه بالاخره کوه دیگه، آخر میرسه بالا، وقتی بالا رسید اون وقت مقام تمکینه دیگه، میگن اونجا عرض میشود فقط تمکینه دیگه، راحته دیگه. تلوین، تلوین دیگه جور به جوره، اینجاش خوبه، اونجاش بده، اینجاش خستگی داره. حالا آمیزه هاشم اشکوری از کبار اهل معرفت بوده، فرمودن که بعضی گفتن که تمکین مقدمه، میگن که اشتباه میکنن، تلوین مقدمه. اگر اونا این حرف زده باشن، مقصود تلوین در تمکینه، یعنی به اون بالام که برسید اون بالا هم باز یه چیزایی جور به جور نشونش میدن. حالا دیگه بیشتر از این لازم نیست بگم، اما اینجا اینطور نیست. این نور چه درخشید، نه چاله چوله داره، نه اذیت داره، تمامش نور ادامه داره تا برسی به جایی که اونجا مطمئن بشی. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. عرض من تمام شد، صلوات بفرستید.